بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و درود خدمت یکایک بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه، در ابتدای برنامه دیدگاه به روش اهل ایمان و بندگان نیک پروردگار که از نعمت بهشت برخوردار میشند، خدمت یکایک شما سلام و درود میفرستم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه دیدگاه در خدمت شما بزرگواران هستیم و ادامه مباحث عقیدتی و مطالبی پیرامون عقیده و بینش اسلامی تقدیم حضور شما بزرگواران میکنیم به اتفاق کارشناس محترم برنامه استاد عبدالقادر ترشابی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که برنامه امشب دیدگاه رو هم مشاهده بفرمایید و امیدوارم که مورد توجه و عنایتتون قرار بگیرید. استاد ترشابی، با عرض سلام و عرض خیر مقدم در خدمت شما هست. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفا و الصلاة و السلام على عباده الذین اصطفى، اما بعد، بنده هم به نوبت خودم خدمت شما استاد بزرگوار و بینندگان گرامی شبکه جهانی کلمه عرض سلام و ادب دارم. سپاسگزارم استاد. از جهت اینکه یادآوری برای عزیزان بیننده بشه، یادآوری میکنم که در سلسله مباحث گذشته کارشناس محترم برنامه مطالبی پیرامون انواع کفر و از جمله نفاق با در واقع بیان انواعش ارائه دادن. پرسشی که بسیار مطرح شده و میشه و یکی از ابهامات اساسی است که از طرف بعضی بهش دامن زده میشه، اینه که در واقع با توجه به اینکه جریان نفاق و پدیده نفاق در صدر اسلام و در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پدید آمد و صحابه هم همراهان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بودند، کسانی این اتهام نفاق رو متوجه اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میکنند. با ما همراه باشید تا توضیحاتی در این رابطه از زبان کارشناس محترم برنامه بشنویم که در واقع چه پاسخی در رد این اتهام میتوان ارائه داد. استاد عبدالقادر ترشابی در این رابطه پاسخ میدن. خواهش میکنم. ببینید آقای کیانی، واقعا نکته اولی رو که من میخوام مطرح بکنم این هست که جای بسیار تأسف هست که آیات قرآن کریم که این همه واضح و روشن صحبت کردن، ما بیاییم جهت این آیات قرآن کریم رو در واقع برگردونیم و طوری به تفسیر و بیان آیات الهی بپردازیم که آیات رو با یکدیگر متناقض و متضاد نشون بدیم. آیاتی که درباره این نازل شدن که خداوند عز و جل آیات متعدد قرآن کریم که ما به اونها خواهیم پرداخت که خداوند از صحابه اعلام رضایت و خوشنودی نموده و در مورد صفات بد و زشت منافقین هم به تفصیل سخن گفته، اون وقت ما بیاییم این آیات قرآن کریم رو در برابر یکدیگر قرار بدیم و بگیم بله، خدا مقطعی شاید از تعدادی از صحابه راضی شده ولی بقیه صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منافق بودند، و بیاییم معیارها رو عوض بکنیم. اگر این گونه عوض کردن جای آیات و معیارها راحت باشد، فردا حتما یهودیان فرزندان عبدالله ابن عبید یهودی میتونن بیان مدعی بشن که اون آیاتی که خدا گفته رضی الله عنهم در مورد عبدالله ابن عبید و یارانش بودند، و خوارج و نواسب هم می توانند و بیایند و بگویند که اون آیاتی که خداوند در اونها منافقین رو توصیف کرده و صحبت از منافقین و کفار کرده، اونها علی ابن ابی طالب، معاویه و اعوان و انصارش، در واقع خوارج که با همه اینها مخالف بودند، اینها هستند. اینجاست که اگر ما چنین تفسیر نادرستی از آیات الهی و حوادث سیرت داشته باشیم، دیگه هیچ چیزی بر هیچ چیز دیگر بند نمی آید و ما نمی توانیم از سیرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
و از قرآن کریم یک شکل درست و صحیح ارائه بدیم. در اون موقع هرج و مرجی اتفاق می افتد که امروزه ما شاهدش هستیم که در بین فرقه های خوارج و روافض وجود دارد و خوارج به نوبه خودش آیات الهی رو می خونند و بر صحابی رسول الله من جمله علی بن ابی طالب و عوار و انصارش و معاویه اینها رو مصداق آیات منافقین قرار می دن و روافض هم می آیند و آیات منافقین رو می خونند و اینها رو بر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم منطبق می کنند و تطبیقش می دن. ولی واقعیت این هست که پدیده نفاق و منافقین در سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و در قرآن کریم به اندازه روشن و شفاف هست و همچنین آیاتی که در مدح و ثنا و ستایش صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اومدن در مواضع و جایگاه های مختلف به اندازه شفاف هستند که ما نمی توانیم آیاتی رو که در باره صحابه اومدن برای منافقین به جای مصداقش رو منافقین قرار بدیم و همچنین عکسش آیاتی رو که در باره منافقین وارد شدن و اومدن در سیرت پیامبر و موضع‌گیری هایی که منافقین در سیرت داشتن اونها رو ما به جای در واقع صحابه قرار بدیم منافقین رو. استاد با توضیحی که حضرت عالی ارائه دادی در واقع دو تعریف مجزا و روشن در قرآن کریم فرمودید، هم از صحابه و هم از منافقین کاملا اینطوریست ارائه شده. این به این معناست که یک مسلمان میتونه صحابه و منافقین رو به عنوان دو طیف جدا از هم با ویژگی های مثبت و منفی تشخیص بده. کاملا. اجازه بدید قبل از اینکه به این مجموعه از آیات بپردازیم و در واقع صحبت های حضرت عالی رو مستند به آیات قرآن در این رابطه بشنویم، اشاره کوتاهی هم به رغم اینکه به جریان پیدایش نفاق در جلسات گذشته داشتید، باز نگاهی دوباره داشته باشیم به همین موضوع که چرا اساساً پدیده نفاق به وجود اومد و بعد همین جریان نفاق رو از خلال آیات قرآن بهتر بشناسیم. ببینید، اون چه مسلم هست، ما در سیرت مکی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یا به عبارت دیگر در حیات مکی پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم ما چیزی به نام نفاق نداریم. نه در قرآن این چیز رو ما میبینیم و نه در کتب سنت و حدیث و نه در تاریخ که پدیده‌ای به نام نفاق وجود داشته باشد. آنچه مسلم هست پدیده نفاق در مدینه منوره بعد از تشکیل حکومت اسلامی و بعد از اینکه اسلام قدرت میگیره، به ویژه بعد از جنگ بدر و غزوه بدر که در واقع یک جنگ سرنوشت ساز بود و مشرکین قریش در شکست خوردن، منافقین در این فکر، ادعی که در واقع نمیخواستند ایمان بیاورند، در این فکر افتادند که همکنون که اسلام قدرت گرفته و توانایی داره و ما میتونیم اگر به ظاهر مسلمان بشیم منافع و مصالح مادی خودمون رو حفظ بکنیم، در اینجا ادعی اومدن و تظاهر بی ایمان کردن و به ظاهر اینگونه جلوه دادن که ما مسلمانیم، اما در واقع بر کفر و نفاق خودشون موندن. ما در آیات بعدن توضیح خواهیم داد که اساساً وقتی که صحبت از مهاجرین و انصار میشه، بخصوص مهاجرین و انصار و عموم صحابه، ولی مهاجرین و انصار اصلاً پدیده نفاق به اونها نمیچسبه، به دلیل اینکه اساساً مهاجرین از مکه بودن، در مکه مسلمان شده بودن و اومده بودن و ما در مکه پدیده‌ای به نام نفاق نداشتیم و انصار هم به اون دسته از صحابه رسول الله گفته میشه که قبل از این در مدینه مسلمان شده بودن و آماده استقبال از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مهاجرین بودند که نه تنها در این دوران مصلحت و منفعت مادی و قدرت مادی وجود نداشت، بلکه اساساً این کار باعث این میشد که دنیای عرب و کل جهان علیهشون قیام بکنه. این است که در بیعت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بیعت عقبه دوم ما شاهد این نکته هستیم که پیامبر وقتی که از اونها بیعت میگیره در اونجا عباس تأکید میکنه که ببینید شمایی که دارید این بیعت میکنید تمام دنیا و تمام عرب در برابر شما قیام خواهند کرد. اگر شما میتوانید با جهان بجنگید و محمد را حفاظت بکنید، به این بیعت ادامه بدید و محمد رو با خودتون ببرید، رسول الله رو ببرید، وگرنه ما از برادرزاده‌مون
حفاظت خواهیم کرد. پس به هر حال نفاق اساساً یک پدیده است در مدینه منوره که هیچ ارتباطی با این دو گروه عمده از صحابه که مهاجرین و انصار باشند نداره. عذر میخوام استاد، با توجه به اینکه در دو بعد در واقع آیات روشن قرآن و همینطور سیرت واضح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر دو طیف رو فرمودید که به طور مشخص بیان شدند، هم صحابه و هم منافقین. قبل از اینکه این جریان را از خلال در واقع آیات قرآن و سیرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مورد بررسی قرار بدیم، پرسشی که شاید پیش بیاد اینه که چرا به رغم این همه وضوح جریانی شکل گرفته که در تلاش هست که ایراد اتهام بکنه به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در واقع جریان نفاق رو نسبت بده به اصحاب رسول خدا؟ ببینید، اساسا در میان تشیع و بسیاری از یا روافض و بسیاری از مکاتب فکری نادرست، اشکال در اینجاست که ابتدا یک چارچوب فکری مشخص و معین برای خودشون در نظر میگیرن، بسیاری البته از مذاهب باطل و بسیاری از مکاتب فکری باطل این کار میکنن، یک چارچوب فکری مشخص برایشون در نظر میگیرن و بعد سعی میکنند آیات قرآن کریم و احادیث سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم رو و سیرت رو بر اساس اون افکار و اندیشه های خودشون توجیه و تأویل بکنن و شکل بدن. و این چیزی که شیعه باش مواجه هست این هست که به هر حال روایتی که در اصول کافی و در کتاب های دیگر حدیثی و روایی خودشون دارن که ارتد الصحابة كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ثلاثة وفي رواية إلا خمسة وفي رواية إلا سبعة، تمام صحابه پیامبر به جز 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر همگی مرتد شدند. خب این چنین روایات جعلی و ساختگی رو که آقای کلینی و دیگران در کتابهایشون نقل کردن، اینها متناقض هستند با آیات قرآن کریم که از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم اعلام رضایت و خوشنودی نموده. در نتیجه اونها باید برای اینکه ثابت بکنند که صحابه علیه بالله انسانهای بد و منافقی بودند، آیاتی رو که در زمینه منافقین نازل شدن، اونها مصداق این آیات صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم رو جفاکارانه و ظالمانه، که واقعا بنده امروز مطلب رو مطالعه می کردم و نگاه می کردم، دیدم که به اندازه شفافیت در آیات و سیرت پیامبر وجود دارد که به هیچ عنوان به یک انسان منصف، به یک انسانی که با دید عادلانه به آیات و وقایع سیرت نگاه بکنه، این اجازه رو نمیده که آیات نفاق رو بر صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم منطبق بکنه و بگه که در واقع مصداق آیات نفاق صحابی رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. ولی من فکر میکنم اون تعصبی که به بسیاری ها از کوچکی یاد داده میشه و در خونه ها انقدر لعنت و نفرین و سب و شتم نسبت به یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم روا میدارن که این زمینه فکری رو برای افراد فراهم میکنن که افراد هنگامی که بزرگ شدن دیگه اجازه فکر کردن و اجازه اندیشیدن و تحقیق و بررسی کردن رو به خودشون ندهند. چنانچه امروزه ما شاهد هستیم، چون تشیعی که یا روافضی که غرق در افکار خرافی و شرکامیز هستن، وقتی ندای توحیدی رو میشنوند سعی میکنن قبل از اون زمینه رو به گونه ای خراب بکنن که مردم ندای توحیدی رو نشنوند. در نتیجه میگویند اینها وهابی هستند، اینها سلفی هستند، اینها تروریست هستند و اینها فلان و فلان، در واقع الفاظشو بهش میزنن بعد از اینکه این اسمها رو در جامعه بدنام کردن. این کاری است که با صحابی رسول الله صلی الله علیه و سلم در طول تاریخ صورت گرفته. میپردازیم استاد به بررسی جریان نفاق و همینطور فضیلت و جایگاه صحابه از سوی دیگر در آیات قرآن کریم، تا در واقع این وضوح رو، این مرزبندی دقیق قرآنی رو ببینیم و عزیزان بیننده قضاوت بکنند که جز بیماردلان چه کسان دیگری در واقع این چنین رویکردی در قبال جریان نفاق و
ایراد اتهام نفاق به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارند. موضوع جریان نفاق و از سوی دیگر اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در قرآن کریم هست که کارشناس محترم در این رابطه توضیح می‌کنم. ما اگر در یک سیر تاریخی جریان نفاق رو بررسی بکنیم با توجه به آیات قرآن کریم اینو می‌بینیم که نفاق اساساً در میان یهودیان شکل گرفت و منافقین اساسی یهودیان بودند. این هست که قرآن کریم در آیه 72 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید و قالت طائفة من اهل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. و قالت طائفة من اهل الكتاب، گروهی از اهل کتاب یعنی یهودیان گفتند آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا، به قرآنی که بر مؤمنین نازل شده اول روز ایمان بیاورید، واكفروا آخره و آخر روز بهش کفر بورزید، لعلهم یرجعون، تا اینگونه مسلمانان دچار تزلزل بشن و از افکار و اندیشه های خودشون برگردن. در نتیجه این آیه به صراحت نشون میده که آغاز نفاق توسط یهودیان بوده، همونطوری که معروف هست که بزرگترین منافق عبدالله ابن ابی ابن سلول یهودی بود که قبل از اینکه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به مدینه منوره بیاین تشریف بیاورن میخواستن ایشون رو سردار انتخاب بکنن، این اتفاق و پادشاه مدینه انتخاب بکنن که با ورود نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وسلم این اتفاق نیفتاد. پس ما در این مقطع با توجه به آیات الهی داریم که توسط منافقین بوده، همچنین ما در جریان غزوه بدر و بعد از بدر داریم که عبدالله بن ابی بن سلول وقتی که پیامبر به مجالس مشرکین و کفار میرفت و برای اونها سخنرانی میکرد به پیامبر میگفت لا تؤوینا فی مجالسنا، میگفت ما رو در مجالس ما اذیت و آزار نکن، فذهب الی رحلک فمن جاءک فقصص علیه قصصک، گفت میگفت که برو در خونه بمون، هر کس اونجا اومد ماجراها رو بگو. اینی میرسونه که این یهودیان بودن در این مرحله و عبدالله ابن ابی ابن سلول بود که این کار رو میکرد. اشاره فرمودید که آغاز نفاق پیدایشش در بین یهود بود. آیه هم که از در واقع سوره مبارکه آل عمران آیه 72 تقدیم عزیزان بیننده شد به یک مورد اشاره داشت که در واقع یک ویژگی منافقین رو برمی‌شورد، دسیسه‌گری. آیا میشه در واقع با توجه به اینکه به اهل کتاب اشاره میکنه با به منافقین در واقع میپردازه اینطور نتیجه گیری بکنیم که اساساً منافقین یک رویکرد توطئه چینانه و دسیسه‌گرانه نسبت به اسلام داشتن؟ این اصلا مشخص هست در تمام مراحل، ما جلوتر هم که بریم در جریان نفاق این نکته کاملا بارز و ظاهر و روشن هست. مسئله بعدی این هست که زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می‌خواست با بنی قینقاع برخورد بکنه، عبدالله ابن ابی ابن سلول اومد گفت و احسن الی موالی، گفت به دوستان من احسان و نیکی بکن. ببینید پدیده نفاق مشخص هست در بنی قینقاع اینطوری برخورد میکنه. در احد هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه برای جنگ داشتن بیرون میرفتن، عبدالله ابن ابی ابن سلول با 300 نفر از کسانی که همراهش بودند از وسط برگشتند و گفت که شما کسانی هستید که در واقع رأیم را سبک شمردید، رأی جوانان را قبول کردید، به پیامبر گفت و برگشتند، که خب هیچ یک از صحابه در این جمع نبودند. و این قرآن کریم هست که در واقع آل عمران می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ای کسانی که ایمان آورده اید مانند کفار نباشید، کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم، مانند کسانی که کافر شدند و به برادرانشون گفتند اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا، هنگامی که اونها در زمین به مسافرت میپردازند یا میخواستن جنگ بکنن، لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر اینها نزد ما میبودند نمیمردند و کشته نمیشدند. به هر حال این صحبت منافقین بود تا آخرش که قرآن کریم در مورد اونها صحبت میکنه. و بعدش در احد وقتی خبر کشته شدن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شایع شد، ابن ابی هست که میگه خب الان دیگه جنگیدن فایده نداره و باید برگردیم و بریم. در جنگ بنی نذیر باز هم موضع یهود مشخص هست. وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواست با بنی نذیر بجنگد،
تشویقشون کردن. یکی از کسانی که به یهود بنی نذیر رو در مدینه تشویق کرد که بمونید ما از شما دفاع میکنیم باز هم عبدالله ابن ابی ابن سلول و یارانش هستند. اونجایی که قرآن کریم میفرماید الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا، آیا نمیبینی کسانی رو که نفاق ورزیدن به برادران کافرشون از اهل کتاب یعنی یهودیان بنی نذیر میگوین لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر شما رو بیرون بکنن از شهرتون دیارتون ما با شما بیرون میشیم، ولا نطیع فیکم احدا، و در مورد شما از هیچ کس اطاعت نمی کنیم ابدا هرگز. قرآن میگه و ان قتلتم لننصرنکم، و باز ادامه سخن منافقین هست که و ان قتلتم، و اگر با شما جنگ بشود لننصرنکم، شما رو کمک میکنیم، والله یشهد انهم لکاذبون، خدا گواهی میدهد که اینها دروغ میگویند. لئن اخرجوا لا یخرجون معهم، اگر یهود بنی نذیر بیرون رانده شوند منافقین با اونها بیرون نمیشوند. بلئن قتلوا لا ینصرونهم، و اگر با اونها بجنگند لا ینصرونهم، مسلمانان بجنگند با یهود جنگیده شود لا ینصرونهم، منافقین اونها رو یاری نمیکنند. ولئن نصروهم لیولن الادبار ثم لا ینصرون، و اگر هم خواسته باشند کمک بکنند پشت میکنند و بعد از این دیگه کمک نمیشن. باز هم ما در احزاب داریم نمونه دیگر از منافقین که معتب ابن قشیر در اونجا وقتی که محاصره شدید میشه اون سخنش رو میگه، میگه پیامبر داره به ما وعده تاجهای قیصر و کسرا رو میده در حالی که ما امروز برای رفتن برای قضای حاجت و دستشویی رفتن در واقع مشکل داریم. و مسائل بسیار مختلف هستن در غزوه بنی مستلق وقتی که مهاجری و انصاری دچار اختلاف میشوند و مهاجری میگوید یا للمهاجر و انصاری میگوید یا للانصار، در واقع این عبدالله ابن ابی ابن سلول هست، میگه وقتی که ما به مدینه بریم لیخرجن العز من الاذل، فرد عزیز ما ذلیل رو بیرون خواهد کرد، که ماجرایش معروف هست. بعد مسلمانان میخواستن باش برخورد بکنن، نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم این اجازه رو نداد. در سیرت پیامبر باز هم ما در غزوه بنی مستلق داریم که اونها در واقع با عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها تهمت زدن و قرآن کریم از عبدالله ابن ابی ابن سلول به عنوان والذی تولا کبره، کسی که مسئولیت سنگین تهمت رو بر عهده داره، به این عنوان ازش یاد میکنه. و همینطور ما حادثه در غزوه تبوک، جریان غزوه تبوک رو داریم که منافقین سخنانشون معروف و مشهور هستن که گفتن و قالوا لا تنفروا في الحر، منافقین گفتن در گرما بیرون نشید، یا بعضیا میگفتن، قرآن در مورد بعضیا میگه و منهم من یقول اذا لي ولا تفتنني، بعضی از اینها میگفتن به ما اجازه بدید که ما نیاییم و ما رو در فتنه نیندازید. یا قرآن میگه در جای دیگه درباره منافقین غزوه تبوک میگه لو کان عرضا قریبا و سفرا قاصدا لتبعو، اگر کالای نزدیک و سفر کوتاهی می بود از تو پیروی میکردند، ولی اینها در غزوه تبوک نیومدند. و مسجد ضرار رو ساختند که نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در واقع با اونها برخورد نمود و مسجد ضرار رو تخریب نمود. خب این وضعیت منافقین هست. باز هم در غزوه تبوک اون جریان معروف هست که قصد داشتن نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو ترور بکنن. حالا قرآن این گونه غیر از صفات منافقین رو قرآن ذکر کرده، فرصت وقت به ما اجازه نمیده، ما همه آیاتی رو که استاد جنابعالی به آیات اشاره میکردید، هر آیه رو که جنابعالی میفرمایید بنده جستجو میکردم و واقعیت هم دیگه اینقدر فراوان بود آیاتی که جناب عالی تازه به بخش از اونها اشاره کردید که بنده راستش بخواید عقب موندم و تا آیه مورد نظر رو میخواستم سرچ بکنم و در خدمت بینندگان عزیز ارائه بدم، واقعیت همین بود که نمیرسیم. اما نکته‌ای که وجود داره، خب به این روشنی قرآن میاد ویژگی‌های منافقین رو برمی‌شونه، اما ما مرضی که مشاهده می‌کنیم عیناً همین آیاتی که جناب عالی در بحث نفاق و ویژگی‌های منافقان که در قرآن کریم هم بهش اشاره و بلکه تصریح شده اینها رو برشمردید، کسانی میان به همین آیات رو در رابطه با نفاق و
به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نسبت میدم. ببینید تکلیف مسلمانان، تکلیف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر پدیده نفاق و منافقین باز هم در آیات قرآن کریم مشخص هست. ما نگاه میکنیم آیا این برخوردی که قرآن به پیامبر دستور داده، این برخورد رو پیامبر با منافقین انجام دادن یا نه با صحابه انجام دادن؟ ببینیم اولا قرآن کریم میگه، قرآن کریم به ما دستور میده که با اینهایی که نفاق دارن شما حق موالات و دوستی ندارید. اونجایی که میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا، قرآن میگه ای کسانی که ایمان آورده اید کفار و منافقین رو دوست پنهانی تو نگیرید، زیرا اونها از انجام هیچ کاری و ضرر زیانی برای شما در واقع خودداری نمی کنند. ودو ما عنتم، دوست دارند شما دچار مشکل بشید. قد بدت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، تا آخرش. مهم این هست که قرآن میگه شما اینها رو به عنوان دوست خودتون انتخاب نکنید. خب این خطاب به مسلمانان هست، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. خب اونهایی که میگن ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه و عثمان منافق بودن، آیا رسول الله صلی الله علیه و سلم با این آیه قرآن مخالفت میکنه؟ قرآن میگه اینها رو دوستتون نگیرید. رسول الله با همینا برعکس، شب و روز با ابوبکر همراهه، با عمر همراهه، با عایشه همراه هست، با حفصه همراه هست، با عثمان همراه هست. در واقع دو تا از اینها یعنی ابوبکر و عمر پدر خانمش هستن و عثمان رضی الله تعالی عنه دامادش هست، دو تا دخترشو داره، با عایشه همسه همسرانش هستن. قرآن میگه شما اینها رو دوست نگیرید. رسول الله اینها رو دوست گرفته، شب و روز در واقع به قول شیعه شب و روز نشست و برخاست دارد. مگر میشود با توجه به اینکه فرمودید در ابتدای برنامه یک پرسشی برام مطرح شد، یه پاسخی فکر می‌کنم خودم دریافت کردم، دوست دارم که نگاه شما رو هم در این رابطه بشنویم. در بحث ریشه یابی در واقع ایراد اتهام به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مطالب مفصل از زبان حضرت عالی شنیم، اما با توجه به توضیحی که الان دادید برداشت بنده این هست که ایراد اتهام نفاق به اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از یک طرف، و از طرف دیگه اینکه قرآن نهی کرده از همراهی با منافقان، از طرف دیگه نتیجه گیری من اینه که کسایی که دارن این اتهام رو وارد میکنن در واقع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو هدف قرار دادن. قطعاً اینطوری است. چاره شیعه اینجا ندارد غیر از این که بگوید العیاذ بالله خاکم به دهان، رسول الله هم تقیه میکرده، یعنی دارای نفاق بوده، خدای نکرده. دیگه هیچ راه دیگه وجود نداره. برای اینکه قرآن اینطوری میگه، آیه دیگر قرآن کریم میفرماید اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، منافقین کسانی هستند که خداوند اون چرا که در دلهایشون میگذرد میداند. فاعرض عنهم، توی پیامبر از اونها رویگردانی کن. وعظهم، و اونها رو پند بده. رویگردانی، خداوند در این آیه دستور میدهد، میگوید از این منافقین رویگردانی کن. خب حالا بالفرض اون چیزی که شیعه میگن که میگن نزدیکترین یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم منافق بودن، خب چرا پیامبر از اونها رویگردانی نکرد؟ چرا پیامبر در واقع بیشترین حشر و نشر و نشست و برخاستش را با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه، این صحابه بزرگوار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که شیعه اونها رو متهم به نفاق و کفر میکنند، چرا بیشترین برخاست را نشست و برخاست و حشر و نشر رسول الله صلی الله علیه و سلم با این آیات هست، در حالی که قرآن کریم میفرماید فعرض عنهم؟ آیا ثابت هست که رسول الله نشست و برخاست و حشر و نشرش با عبدالله ابن ابی ابن سلول باشد؟ غیر ممکن هست، چون چیزی در تاریخ اسلام اتفاق نیفتاد. و باز هم قرآن کریم در جای دیگر میفرماید انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله ولا تکن للخائنین خصیما. قرآن کریم میفرماید ما کتاب را به حق نزد تو نازل کردیم، لتحکم بین الناس، تا میان مردم فیصله بکنی بما اراک الله، آنگونه که خدا تو را نشان داده است. ولا تکن للخائنین خصیما، و از خائنان دفاع نکن، و استغفر الله ان الله کان غفور رحیما، ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم. خدا میگه از خائنین دفاع نکن، اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار ابوبکر و عمر و عثمان و عایشه و حفصه هست و از اینها در واقع با عمل و رفتار و کردار خودش داره دفاع میکنه.
بعدش بیشتر از این به هر حال قرآن کریم در جای دیگر می‌فرماید وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وقتی که شنیدید که آیات الهی استهزاء و تمسخر می‌شوند فلا تقعدوا معهم، با اونها ننشینید. حتی یخوضوا في حديث غيره. پیامبر شب و روز با ابوبکر و عمر و عایشه و طلحه و زبیر و حفصه و اینها نشسته بود. نشست و برخاست رسول الله صلی الله علیه و سلم با اینها بود. به هر حال این من فکر میکنم که منافقین وضعیتشون روشن هست در تاریخ اسلام از ابتدای سیرت تا انتهای سیرت. در قرآن کریم هم سوره توبه همون سوره جالب این هست که ویژگی های مهاجرین و انصار رو ذکر میکنه و خصوصیات صحابه رو ذکر میکنه. همون سوره هم به عنوان سوره فاضحه هست که منافقین رو به رسوایی میکشد و همه اون چیزی رو که منافقین داشتن ذکر میکرد تا جایی که سوره توبه از یک طرف مهاجرون انصار رو ستایش میکنه، از طرف دیگه رسوا کننده که منافقین هست. استاد به گمان بنده همین فرمایش حضرت عالی که فرمودید این سوره این چون این موضوعی داره، به نظر من دیگه سنگ تمام میگذاره، اتمام حجت میکنه. در واقع هم جریان صحابه رو برای ما جدا میکنه و نشون میده و هم جریان نفاق رو. کاملا اینطوری است. حالا ما اگر به بحث صحابه در واقع بپردازیم، وقتمون هم کم هست، ولی در کل منافقین وضعیتشون روشن هست در آیات قرآن، صفاتشون، ویژگی‌هایشون، وظیفه پیامبر در برابر اونها که با اونها نشست و برخاست نکنه، با اونها هش و نش نکنه، از اونها رویگردانی بکنه، اونها رو نباید به عنوان دوست انتخاب بکنه. و اگر ما این فرضیه شیعه رو بپذیریم که پیامبر اینها رو به عنوان دوست انتخاب کرده بود، تاریخ گواهه که اینها به عنوان دوست پیامبر بودن، پس شیعه داره پیامبر رو، همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، داره در واقع پیامبر رو متهم به این میکند که برخلاف تمام آیات الهی و دستورات خداوند عزوجل داره حشر و نشر و نشست و برخاستش با منافقین هست. و اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم، گاهی موقع بنده میگم که اگر این گونه هست که شیعه مطرح میکند که صحابه، یعنی ابوبکر و عمر و عثمان و طلحه و زبیر و عایشه و حفصه، اینها همه آدمهای مشکلداری بودند، به این خاطر بعد از اینکه رسول الله وفات کرد حق علی ابن ابی طالب رو غصب کردن، اونگونه که شیعه میگوید، تمام بار گناه و این معصیت به گردن علیاذ بالله رسول الله صلی الله علیه و سلم میفته. برای اینکه این رسول الله هست، این پیامبر هست که به اینها این میدان رو داده، ابوبکر رو جلو کرده، در نماز گفته جلو بیا، شب و روز با ابوبکر نشست و برخاست داشته، با عمر نشست و برخاست داشته، با عایشه، عایشه همسرش بلکه محبوب ترین همسرش بوده. خب چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین حرکتی رو انجام بدهد که زمینه رو برای غصب خلافت علی ابن ابی طالب و کفر مردم در واقع فراهم بکنه؟ به خاطر اینکه انکار خلافت و امامت علی ابن ابی طالب از دیدگاه شیعه در واقع نوعی کفر محسوب میشه. درچه من نمیدونم این عقلها و این اندیشه هایی که اینگونه در تعصب فرو رفتن و حاضر نیستند واقعیت‌های قرآنی، واقعیت‌های تاریخی، واقعیت سیرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو ببینن، چطور این همه تناقضی رو که در افکار تشیع وجود دارد میتونن توجیه بکنن؟ من میدونم که فریبشون دادن به این صورت که احتمالاً اینها تقیه بودند، همونطوری که تمام تعریف تمجیدهای علی ابن ابی طالب از صحابه کرده در نهج البلاغه و در غیر نهج البلاغه، میگن اینها بر اساس تقیه بوده. خب باز برمیگردیم به تقیه، هم اگر برگردیم و به اصل تقیه عمل بکنیم چیزی از اسلام نمیمونه. از کجا معلوم هست که اونجایی که علی ابن ابی طالب فلان شخص رو تعریف کرده یا فلان شخص مذمت کرده یا فلان کارو انجام داده یا فلان کارو گفته اینطوری انجام بدید بر اساس تقیه هست یا غیر تقیه هست؟ هیچی نمیمونه. یعنی اگر بحث تقیه، یک مبنای مشخص و روشن وجود نداره که من پژوهشگر میخوام سره و ناسره رو از هم تشخیص بدم، میرم میپرسم از یک عالم، از یک دانشمند، از یک مدعی علم، یکی میگه که این تقیه بوده، یکی میگه نه به هر حال یه سری توجیهات، هیچ بسط کاملا گم میشه. این مشکلی است که ما باش مواجه هستیم. چرا ما امروز نمیتوانیم با بسیاری ها به یک نتیجه مطلوب و درست برسیم؟
به دلیل اینکه خب هر چه ما دلیل مطرح میکنیم میگن این تقیه بوده. این بر اساس دلیل دیگه هم به ذهنم رسید استاد، برای اینکه با فرمایشاتی که ارائه دادید دفاع از مقام شامخ اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دفاع از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست و اهانت به اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اهانت مستقیم و البته هدفمند به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. خب با این برداشت چه جای گفتگو استاد با کسایی میمونه که در واقع به این شکل سنجیده و از پیش برنامه ریزی شده دارن به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بلکه به اسلام اهانت میکنن و تیشه به ریشه اسلام میزنن؟ من فکر میکنم واقعا شیعه امروز به اندازه جلو رفته که تمام راه های گفتگو رو بسته و در واقع یک دینی بر اساس و مذهبی بر اساس تفکرات و اندیشه ها و اصول بسیار نادرستی به جهانیان ارائه داده و نه تنها این که از نظر تئوری و از نظر نظری در واقع بسیاری از عده کثیری حداقل 10% از مسلمانان جهان رو دوچار یک مشکل و چالش جدی و تناقض جدی کرده که اون جمعیت خودش شیعیان باشن در خوشبختانه حالت اگه این مقدار باشن جمعیتشون باشه اینقدر خودشون مدعی هستن ولی چالش اعتقادی عظیمی برای این ملت دوچار تناقض عجیبی قرار داده. این ملت رو این ملت مواجهند که از این طرف علی میگن خلفا راشدین رو سب و شتم میکرده، از این طرف اسم فرزندانش رو ابوبکر و عمر و عثمان گذاشته، دخترش رو به عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه داده، پس از این طرف میگن ابوبکر و عمر و عایشه و حفصه و اینها منافق بودن، از این طرف رسول الله شب و روز با اونها حشر و نشر و نشست و برخاست داشته و با اینها زندگی میکرده و کل حیات مبارک 23 سال نبوت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم با این بزرگواران و در کنار این بزرگواران سپری شده. اینها همه تناقض هستند و انظر عملی هم مشکلی که ما امروز باش مواجه هستیم این هست که در واقع شیعه جهان اسلام رو دوچار یک جنگ مذهبی و فرقه‌ای وحشتناک و خطرناکی کرده. اون چیزی که ما در عراق دیدیم در سالهای گذشته و امروز هم شاهدش هستیم، در افغانستان میبینیم، در پاکستان میبینیم، مشکل و معضلی که امروز ما در سوریه میبینیم و اسلحه‌ای که روزانه ایران برای یمن میفرستد، برای شیعیان یمن میفرستد و بحرین رو دچار مشکل داره و کل جهان اسلام رو دچار یک چالش جدی کرده، من فکر میکنم همه و همه اینها در واقع برخواسته از این نگرش و نگاه متناقض و متضاد شیعه در جریانات هست که شیعه نمیتواند با مسلمانان در واقع یک راه و یک مسیر رو طی بکنه و امروزه هم ما میبینیم که در عراق و در افغانستان و در بسیاری از جاها با ولایات متحده آمریکا و در بسیاری از جاها هم با چین و روسیه و هندوستان که همهشون به نوبه خودشون دارن مسلمانان رو قتل عام میکنن شریکن و این امیدوارم که عاقلان شیعه، اندیشمندان شیعه، صاحبان عقل و خرد در واقع به فکر بیان اگر امروز حکومتی که 34 سال حکومت کرده بود توانسته بود اعتماد جهان اهل سنت رو که قاطبه و در واقع سواد اعظم مسلمین رو تشکیل میدهند و 90 تا 95% از جمعیت مسلمانان جهان رو تشکیل میدن، اگر اعتماد اینها رو جلب کرده بود ما قطعا این اشغالی که امروز در منطقه داریم این اشغال رو نداشتیم. اینها هستن که این زمینه رو فراهم کردن. حالا اگر بحث صحابه رو وقت اجازه میدم، بیش از 40 دقیقه از وقت برنامه گذشت، به یک موضوع مهم اشاره فرمودید، عذر میخوام، هم مرتبط هست و یک مقداری هم موضوع حاشیه و البته در ارتباط با اصل موضوع برنامه هست، در واقع سیاستی که به نام دین و مذهب در پیش گرفتن که اخیراً در اخبار هم شنیدیم که جیشی به نام جیش مختار در عراق تشکیل دادن و حتی شبنامه هایی در میان مناطق سنی نشین عراق توزیع کردن و مردم سنی منطقه رو مجبور به کوچ کردن و در واقع با کوچ اجباری اونها رو آواره دارن میکنن. در این رابطه استاد اگر توضیح مختصری بدید و من فکر می‌کنم با توضیحات مفصلی که پیرامون ویژگی‌های منافقان ارائه دادید و اینکه در واقع ریشه‌یابی فرمودید که چه ارتباطی داره با ایراد اتهام نفاق به صحابه، عاقلان دیگه دریافتند و اون کسی که در پی کشف حقیقت هست دونست که به راستی یک جریان جدی شکل گرفته برای دشمنی با اسلام از طریق دشمنی با اصحاب رسول الله. خواهش میکنم، من به هر حال این جریان اون چیزی که امروز در عراق میگذره و مطلبی که شما بهش اشاره کردید واقعا تاسف بار هست و واقعا
باید پرسید که اینها این سلاح رو و این امکانات رو در واقع از کجا دارن میارن که ملت مسلمان عراق رو و اهل سنت عراق رو دارن تهدید میکنن. اما برای اینکه یک مقایسه بشه و ما اگر اجازه بدید ما تعدادی از آیاتی رو که در مورد صحابه هستن بخونیم، ولو اینکه وقت بیشتری بگذرد، امیدواریم که دوستان ما رو تحمل بکنن. ما آیات الهی رو میخونیم. حالا ما گفتیم منافقین وضعیتشون در قرآن روشن هست، آیات رو درباره صحابه ببینیم که صحابه چگونه هستند. قرآن کریم میفرماید للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم، مصارف زکات رو ذکر میکنه یا اموال فر رو میفرماید، از آن فقرای مهاجرین هستند، کسانی که اخرجوا من دیارهم و اموالهم، از سرزمینشون و اموالشون رانده شدند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، صحبت درباره مهاجرین هست. اون دسته از صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم که از مکه به مدینه هجرت کردند، قرآن میفرماید فقرای مهاجرین، کسانی که از سرزمین و اموالشون بیرون رانده شدند، یبتغون فضلا من الله و رضوانا، این مهر تایید خداوند عزوجل بر مهاجرین هست که میفرماید یبتغون فضلا من الله و رضوانا، نیاتشون رو خدا اینجا ذکر میکنه، میگه اونها به دنبال فضل و خوشنودی خداوند متعال هستن. استاد فهم خدا میگه که اینها به دنبال خوشنودی خدا هستن، به دنبال رضای خدا. چیه میگه اینها منافق بودن؟ اینا به دنبال مقام و ثروت و جاه، مقام و ثروت و جاه بودن و منافق بودن. ببینید چه تناقضی. قرآن میگه یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله، عمل کردشون نصرت خدا و رسول خدا، اولئک هم الصادقون، اینها صادق هستن، صداقت اونها رو قرآن ذکر میکنه. اما یک عده میان میگن نه اینا کاذب بودن، برعکس قرآن. بعدش در مورد انصار چی میفرماید؟ میفرماید والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم، کسانی که قبل از اونها دار و ایمان رو، خانه و ایمان رو فراهم کرده بودند، یعنی مدینه منوره رو و ایمان آورده بودند. یحبون من هاجر الیهم، اونها مهاجرین رو دوست دارن، ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتوا و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و در دلهایشون هیچ گونه در واقع احساس نیازی به اون چه که به مهاجرین عنایت شده نمی کنن، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، و مهاجرین رو بر خودشون ترجیح می دهند اگرچه نیاز شدید خودشون داشته باشن. و من یوق شح نفسی فاولئک هم المفلحون، و کسی که از شح نفس، بخل نفس حفاظت بشه، فاولئک هم المفلحون. قرآن میگه که اینها مفلح و رستگار هستند. خب این حکمی است که خدا درباره مهاجرین و انصار، البته آیه بعدی رو هم بیارید استاد اگر لطف فرمایید. در آیه بعدی خداوند عزوجل در واقع میگه مؤمنین سه گروهن، بیشتر از سه گروه نیستند. اونجایی که میفرماید بعد از اینکه از منافقین صحبت میکند، میگوید ببخشید، بعد از اینکه مهاجرین و انصار ذکر میکنه، میگه یک گروه دیگه هم هستند از مؤمنین، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ببینید چقدر میگه کسانی که بعد از مهاجرین و انصار، بعد از صحابه میآیند، دعایشون این است ربنا اغفر لنا، پروردگارا ما را مغفرت کن، و الاخوان الذين سبقونا بالایمان، و برادران ما را که در ایمان از ما سبقت گرفتند، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا، و هیچ گونه حسد و کینه ای در دل های ما نسبت به مؤمنین قرار نده. خب آیا ما امروز این گونه هستیم؟ جز مهاجرین که نیستیم استاد، جز انصار هم که نیستیم، اما میتونیم جزء این گروه باشیم. اینطوری است. این است که یکی از علمای بزرگ میفرماید که مؤمنین سه گروه بیشتر نیستند، یا مهاجرینن، یا انصار هستند، یا کسانی که برای مهاجرین و انصار دعای مغفرت و رحمت میکنند. قسم چهارمی و نوع چهارمی در میان مؤمنان وجود ندارد، به دلیل اینکه قرآن گفته که مهاجرین و انصار اینطوری هستند، و مؤمنینی که بعد از اونها می آیند برای مهاجرین و انصار طلب دعا و مغفرت می کنند. خب این وضعیت اینطوری هست. مسلمانانی که در بیعت رضوان با رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیبیه، که تعدادشون رو از 1200 تا 1400 نفر ذکر کردن علمای مورخ و مورخین، از همه اونها خدا اعلام رضایت کرده که ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و سعد و سعید و عایشه و حفصه و
تمام کسانی که امروز بسیاری از روافض اونها رو سب و شتم میکنن جز اونها هستند. ببینید خداوند چقدر صریح و روشن میفرماید لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره. خداوند از مؤمنینی که زیر درخت با تو بیعت کردن راضی و خوشنود شد. چقدر صریح. خب اینا میگن نه، ظاهرشون بیعت کرده بود، در دل منافق بودن. خدا میگه فعلم ما فی قلوبهم، خدا اون چی که اینها در دلهایشون بود از اخلاص و ایمان و تقوا شناخت. فانزل السکینت علیهم، آرامش بر اونها نازل کرد و اثابهم فتحا قریبا تا آخر آیه، و فتحی نزدیک به اونها عنایت کرد و مغانم کثیری از خود اونها تا آخر آیه که آیه ادامه میدهد. خب این آیه درباره اهل حدیبیه هست و به اتفاق مورخین ابوبکر، عمر، عثمان، طلحه و زبیر در این حضور داشتند. عثمان گرچه خودش حضور نداشت اما این بیعت اساسا به خاطر عثمان صورت گرفت و رسول الله صلی الله علیه و سلم دست راستش را بر دست چپش گذاشت. در جنگ تبوک ما آیات قرآن رو و سیرت صحابه رو در جنگ تبوک، در مورد جنگ تبوک خداوند عزوجل میفرماید لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، خداوند توبه پیامبر و مهاجرین و انصار رو پذیرفت. مهاجرین و انصار چه کسانی؟ الذين اتبعوه في ساعه العسره، آیه 117 و 118 سوره توبه، کسانی که پیامبر از پیامبر پیروی کردند در اون لحظات سخت. جنگ تبوک زمانی بود که همه چیز در واقع هوا گرم بود، آذوقه کم بود. قرآن ازش به عنوان ساعه العسره یاد کرده که مهاجرین و انصار از پیامبر پیروی کردند. من بعد ما کاد یزیغ قلوب و فریق منهم، بعد از این که دلهای عده‌ای می‌خواست به انحراف کشیده بشه و به جهاد نیام، خدا میگه من اینا رو بخشیدم. ثم تاب علیهم، تاکید میکنه مجددا خدا بر اونها رجوع کرد و اونها رو بخشید. انه بهم رؤوف الرحیم. و بعدش بعد از این آیه میفرماید و علی الثلاثه الذين خلفوا، جریان معروف کعب ابن مالک و مراره ابن ربی و هلال ابن امیه هست که سه نفر مؤمنی که بدون عذر از جنگ باز مانده بودند، قرآن میگه و پیامبر دستور داد که با اینها قطع رابطه بکنید تا اینکه اینا توبه کردن. قرآن میگه و علی الثلاثه الذين خلفوا، سه نفری که جریان قبول توبهشون به تاخیر انداخته شد. حتی اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، تا اینکه زمین با تمام وسعتش بر اونها تنگ اومد و ضاقت عليهم انفسهم، و خودشون هم از درون خودشون احساس تنگی کردند و ظنوا الا ملجا من الله الا الیه، و یقین کردند که هیچ جای پناهی به جز الله متعال ندارند. ثم تاب عليهم ليتوبوا، خداوند توبه اونها رو پذیرفت تا اونها توبه کنن تا آخرش. ببینید این آیات استاد چقدر روشن و شفاف هستند که در تبوک مورخی میگویند حدود 30,000 نفر از صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایشون رو همراهی میکردند. و آیات 30,000 نفر فرمودند. حالا میگن 3 نفر یا 5 نفر یا 7 نفر بودند. این آیات و شواهد تاریخی درباره این که خداوند از صحابه اعلام رضایت نموده، یا اون آیه دیگر، آیات زیاد هستند. قرآن کریم میفرماید و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم و رضوا عن، پیشگامان نخستین مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها پیروی کردند، رضی الله عنهم و رضوا عن، خدا از اونها راضی است و اونها از خداوند راضی هستند. خب آیات این همه صریح، این همه روشن درباره مهاجرین و انصار، اون وقت ما بیاییم بگیم همه اینها رو حذف بکنیم و بگیم 3 نفر یا 7 نفر یا 9 نفر، من فکر میکنم که انصاف نیست. بله آیه 100 سوره مبارکه توبه هست که خداوند از پیشگامان مهاجرین و انصار و کسانی که از اونها به خوبی پیروی بکنن اعلام رضایت و خوشنودی نموده است. در نتیجه با این آیات که البته آیات دیگه هم بسیار زیاد هستند ولی وضعیت وقت به ما اجازه نمیده، استاد من میخوام. فکر فقط میکنم برای همه مطلب روشن دارم که از همینک تماس ها رو، در واقع شماره هایی رو که عزیزان بیننده میتونن باهاش تماس بگیرن رو زیرنویس بفرمایند که بدون میان برنامه و بدون فوت وقت تماس ها رو دریافت خواهیم کرد. البته در فاصله ای که تماس ها برقرار میشه یک جنبندی خواهیم داشت پیرامون این موضوع. در خدمت شما هستیم استاد با جنبندی این موضوع و اساساً تفاوت نفاق و فضیلت همصحبتی با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ببینید من فکر میکنم یک بار دیگر به این نکته تأکید میکنم که جریان
کفر و جریان نفاق و جریان ایمان و اساساً کفار و منافقین و مؤمنین در سراسر قرآن کریم، در منطق قرآن کریم و همچنین سیرت گوهربار نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم به اندازه واضح و روشن و شفاف هست که هیچ گونه خلطی صورت نمیگیرد. قرآن درباره صحابه در ده ها آیه بسیار روشن و شفاف صحبت کرده، از اونها اعلام رضایت و خوشنودی نموده، به پیامبر دستور داده که حشر و نشرت باید با این گروه از مؤمنین باشد، با مؤمنان باشد، و پیامبر این گونه بوده با ابوبکر و عمر و عثمان و علی و طلحه و زبیر و عایشه حشر و نشر داره. و جریان نفاق هم در سیرت پیامبر که اساساً در مدینه شکل بگیرد و با یهود، یعنی عبدالله ابن عبید یهودی آغاز می شود، به اندازه روشن هست در موضع‌گیری های مختلفشون و صفاتشون که قرآن ذکر کرده و دستوری که خدا به پیامبر داده بالاتر از همه که با اینها حشر و نشر نکن، با اینها نشست و برخاست نکن، از اینها رویگردانی کن، به اندازه واضح و شفاف و روشن هست که ابهامی نمیگذارد در این که ما خلط مبحث بکنیم و بحث صحابه و منافقین و کفار رو با یکدیگر قاطی بکنیم و صحابه رو مصداق منافقین و منافقین مصداق صحابه و کفار مصداق اونها قرار بدیم، کاری که متاسفانه عده‌ای با غرض و مرض دارن انجام میدن. بسیار سپاسگزارم استاد. کاش با اجازه جناب عالی میپردازیم به تماس‌های بینندگان عزیز و اولین عزیز بیننده‌ای که افتخار شنیدن صحبت‌های ایشون رو در این وقت محدود داریم، آقا محمد عزیز از امارات. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید برادر. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، خسته نباشید. زنده و سربلند باشید. جناب علی، از استاد میپرسم که این تو همه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم هست ولی تو سوره توبه بسم الله الرحمن الرحیم نیست، این اگر جوابش برای ما بدین خیلی ممنون. بله استاد، در این رابطه پاسخ خواهند داد. سپاسگزارم آقا محمد عزیز. بیننده بعدی آقا حسین از ایران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حسین آقا بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من می‌خواستم در رابطه با مسائل قرآن، من قصدم اینه که از بعد به اسلام که حضرت خاتم اسلام رو هدیه کردن به ما مسلمونا و ما مسلمونا افتخار داریم که پیغمبر خاتم پیغمبر ماست، هر کسی که بخواد نشر اسلام رو به وجود بیاره، از صحابه، از ائمه، هر کسی که قصدش از ته دلش اینه که چی؟ اسلام رو نشرش بده، ما بهش افتخار میکنیم. هر کی میخواد باشه، حذف فیزیکی این اشخاص کار درستی نیست. مثلا الان در جمهوری اسلامی هر کسی میخواد نشر اسلام کنه، مثل همین برادران اهل سنت، هر موقع در بلوچستان یا کردستان یا ترکمنستان یا جاهای دیگه میخوان نشر اسلام کنن، یه مسجدی بزنن، مردم دور هم دیگه جمع بشن، خدا رو عبادت کنن، به وحدت برسن. یعنی چی؟ یعنی به توحید خدا برسن، خدا رو عبادت کنن. نمیذارن. خب از بدو اسلام پیغمبر به صحابه چی یاد داد؟ بهشون یاد داد که اسلام رو در سراسر جهان نشرش بدن. چرا بعضیا مخالفت میکنن؟ آخوندهای ما چرا مخالفت میکنن؟ چرا حذف فیزیکی میکنن؟ چرا آخوندها رو میکشن؟ چرا بعضی از مسئولین یا امامای جماعت و جمعه بعضی از برادران اهل سنت رو در بلوچستان ترور میکنن، از بین میبرن، حذف فیزیکی میکنن؟ کار غلطیه. این جلوگیری از نشر اسلامه. اصلا مخالفت با خود پیغمبره. خب اینا کارشون چیه؟ قصدشون نشر اسلامه. کسی که اینا رو حذف فیزیکی میکنه، یعنی درست مستقیم با خود پیغمبر داره مخالفت میکنه، داره با پیغمبر میجنگه، داره با خدا میجنگه. قصد اینا غیر از توحیده، غیر از وحدته، غیر از این که مردم رو جمع کنن که خدا رو بپرستن، من قصدم اینه. و سلام، خیلی ممنون از اینکه به من اجازه دادید حرف بزنم. خدا ممنونیم که دیدگاه خودتون رو هم در این رابطه ارائه دادید و البته نگاهی هم به وضعیت موجود اهل سنت انداختید و در این رابطه هم در واقع این نکات رو ارائه دادید. بیننده بعدی آقا فاروق عزیز از خراسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید برادر. سلام علیکم، خسته نباشید. با تشکر از زحمات لطف دارید. ممنونم، بفرمایید.
چند تا سوال داشتم. بفرمایید برادر عزیز، اگر به یکی دو سوال بسنده کنید ممنون میشم با توجه به محدودیت وقت. چشم. میبخشید. با توجه به این که چرا با توجه به این که در قرن 21 هستیم، دورانی که هیچ چیز بدون دلیل پذیرفته نمیشود و از آنجایی که ایرانیان با توجه به سوابق گذشته که دارند در هزار سال اول اسلام ایرانیان مرد علم و دانش بودند، تا اینکه با انکاری صلیبیان و با علم کردن صفویان بدترین و احمقانه‌ترین خرافات در بین ایرانیان کاشتند، هنوز هم بدترین و جاهلانه‌ترین خرافات در بین رافضیان رونق دارد. مثلا شاخ بود را چون شبیه شمشیر بوده آن را تبرد می‌جویند و از مدفوع و ادرار آن استفاده می‌کنند به عنوان تبرد. یا وقتی که می‌گوییم آیت الله گلستانی امام جمعه توییترکان زن همکارش را یقه کرده و بهش تجاوز کرده، همه مردم ایران آن را نکوهش می کنند. و بعد که می گویی مشکل صیغه بوده که این بندباری ها را به وجود آورده، هیچ کس گوش شنوایی ندارد و به حرف کسی گوش نمی دهند. چرا این مذهب که خیلی خرافی تر از مذاهبی بودند که منقرض شدند هنوز به حیات خود ادامه می دهد و مذاهبی که حتی توحیدی تر بودند منقرض شدند، ولی این مذهب تخریبی همچنان دارد مثل خوره به جان اسلام افتاده و کسی هم پوشیده نیست که اگر کسی به محمد مصطفی و اصحابش توهین کند هیچ کس ناراحت نمی شود و اگر بگوییم فلان مرجع مرجع تبریز سلطان شکره است، حکم محارب و به جرم محارب با خدا اعدام می شوید. با تشکر از زحمات شما. سپاسگزارم برادر عزیز آقا فاروق بزرگوار از مطالبی که ارائه فرمودید. بیننده بعدی آقا محسن از ایران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آقا محسن عزیز بفرمایید. سلام علیکم آقای کیانی. سلام علیکم. این شما این کارای اینا رو به حسابش چیه؟ نباید بذارین. اگه میخواین از لایانی سوال کنید. فقط یه مطلب در مورد صحابه میخوام بگم، اگه وقت بدین مطلب روشن بشه. بفرمایید آقا. محبت پیامبر، صحابه، اهل بیت، اینا همه شرکه. ما فقط خدا رو دوست داریم، چون این صحابه باعث شدن که امت 73 فرقه بشه، ما جهنمی بشیم چون اونا میخواستن خلیفه بشن و رئیس بشن. و آیا اینو بر چه اساسی میفرمایید آقا محسن؟ اینو بر چه اساسی میفرمایید؟ بله، آیا مردم دنبال سامری رفتن تقصیر موسی بود که سامری رو نکش یا مفتزنه؟ که شما که میگین تقصیر پیغمبر بوده، خب یعنی پیغمبر؟ نه، شما برنامه رو با دقت مشاهده فرمودید. استاد محترم اینطور عرض کردن که قرآن صحابه رو ستوده، از طرف دیگه کسانی که میان اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم رو نکوهش میکنن، در واقع شخص رسول خدا را صلی الله علیه و سلم رو مورد نکوهش قرار میدن، چون قرآن به رسول خدا دستور داده که با منافقین نشست و برخاست نکنه. رسول خدا صلی الله علیه و سلم با صحابه نشست و برخاست کرد. با این نگاه این اشکال متوجه کسانی که صحابه رو متهم میکنن. آقا محسن عزیز اگر برنامه رو با دقت مشاهده فرمودید. بله، بیننده بعدی. الو. آقا عمر عزیز از بلوچستان بفرمایید. آقا عمر. سلام علیکم استاد عزیز. سلام و رحمت الله بر شما، بفرمایید. سلام عرض میکنم به استاد عزیزم ترشاوی، امشتری خودم، همینجوری بگم امسایه خودم. سلام و رحمت الله. انشاءالله خدا شما را از مهاجران صدر اسلام قرار بده که به خاطر عقیده ما، دفاع از عقیده ما شما اجرت کردید، دارم بدبختی بکشید اونجا به خاطر عقیده ما، و انشاءالله شما را خدا توفیق بده. آمین. و خدای کتاب ازتون صحبت میکرد، من از دوستی داشتم گوش میدادم. رسول اللهی که خدا در قرآن اعلام کرد که دینش کامل شده، چجوری شد که 3-4 تا بیشتر نشدند از اصحاب رسول الله، از این منافق در اومدن؟ و عمری که اینجا ما را از دین زرتشتی، بت پرستی، آتش پرستی نجات داد، الان اونا مرتد شدن؟ نه، اونا مرتد نیستن برادران. چیه شما دیگه دلیلی ندارید آخر قیامت که بگید که
ما نمیدونستیم. الان 5 تا شبکه با هزاران بدبختی، با هزاران مشکلات دارن. شما اشتیه، ما که خدا را شکر میدونیم که جریان چیه. شما کامل بدون هیچ گونه چی بگم رو پراست، یعنی از دلتون گوش بدید، نگاه بکنید آیا سنی واقعیت میگه یا برادر آخوند رافضی که هزار تا دروغ. همسر پیامبر است که اهل بیت رسول الله نیسته. چجوری همسر من و شما از اهل بیت من و شما پیشه، ولی همسر رسول الله از اهل بیتش قرار نمیگیره؟ باید یه خورده از عقلمون استفاده بکنیم. قرآن اصلا نعوذ بالله حساب نکنیم، کتاب های ما را حساب نکنیم، از عقلتون یه خورده استفاده بکنیم. بنابرای چی جوری شده که اهل بیت من و تو اولین نفر همسر من و شما هست، ولی از رسول الله همسرش اهل بیتش قرار نمیگیره؟ به حضرت عایشه بدترین توهین میشه، به حضرت عمر بدترین توهین میشه. گناه حضرت عمر چی بوده که من و شما را به اسلام آورد اینجا که من و تو مسلمان بشیم تا روز قیامت انشاءالله بهشتی بشیم؟ دیگه گناه حضرت عمر نکرده. بله، بسیار ممنون و سپاسگزارم آقا عمر عزیز. بسیار سپاسگزارم از اینکه با شبکه خودتون تماس گرفتید و مطالبی ارائه دادید و از دعای خیر شما هم ممنون و سپاسگزاریم به خدا که بزرگترین نعمت و بلکه بزرگترین امید برای ما این است که با دوستان خودمون، با محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با دوستان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم اصحاب گرامی حش بشیم. و این امید ما و دعای ما برای همه کسانی است که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتند، که لازمه برخورداری از این نعمت بزرگ پیمودن راهی است که اونها پیمودن. سپاسگزارم آقا عمر عزیز. بیننده بعدی آقای الهام الدین از تاجیکستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. متاسفانه تماس ما با ایشون قطع شد. بیننده بعدی امین آقای عزیز از ایران. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام، خسته نباشید استاد. زنده و سربلند باشید برادر، بفرمایید. سلام از ادب دارم خدمت شما آقای طوسابی و همه دستان در فن و برنامه خوب شبکه جهانی کلمه. ممنون و سپاسگزارم برادر، بفرمایید. استاد من می‌خواستم به برادران همدینی خودمون مسلمان ها حال تصایی و اینا بگم که این شبکه کلمه راهی است که شما را به اسلام واقعی میرسونه، نه به چاه جمع کران، نه به جای دیگه. مخواستم بگم که چشماتون رو باز کنید، گوشاتون رو بشنوید، ببینید این شبکه جهانی کلمه شما رو به چی چیز دعوت میکنه. شبکه الله یاری کنوز به فوس و دوستان و توهین و اینا به صحابه کرام و اهل بیت رسول الله شما دعوت میکنه. ولی از شبکه کلمه، از شبکه کلمه شما یک برش ناسزا یا توهین به اهل بیت خود رسول اکرام یا به صحابه کرام خودیدو کنیدید سالا به واقع چشمات باز کنید زحماتی دارم میکشیم عزیزان ما، این برادران سپاسگزارم. ممنون و سپاسگزارم برادر بزرگوار آقا امین عزیز، خیلی لطف فرمودید. بسیار بسیار متشکرم برادر بزرگوارم و امیدواریم که این خیرخواهی ما رو عموم بینندگان ما درک بکنند و در واقع بتونیم در حد توان خودمون و البته در خور بشر بودن و انسانیت مخاطبین خودمون برنامه هایی تقدیمشون بکنیم. ممنون و سپاسگزارم. بیننده بعدی جناب آقای گله بچه از زاهدان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر گرامی بفرمایید. سپاسگزارم. می‌خواستم یک سوال بکنم. بفرمایید برادر. توی میکنم به عایشه، بی بی عایشه ببینم. می‌خواستم بپرسم، خب شما که میگیم مسلمانیم، خب
فقط میخوام اینه بپرسن که واقعا حرف خدا اون چیز کلام خدا که قرآن شریف آمده مگه از چندین آیه در مورد بی بی عایشه نازل نشده؟ اگه واقعا ایمانتون کامله پس چرا توهین میکنین؟ بسنده باشین خدا. بسیار سپاسگزارم برادر بزرگوار از همراهی یکایک که شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که با شبکه خودتون همراهی میفرمایید، اعتماد میکنید، لااقل پای صحبتهای ما مینشینید و با عقل و هوش سرشاری که خدای متعال به عنوان یک نعمت بزرگ به شما بزرگواران عنایت فرموده، سخنان مطرح شده در هر یک از برنامه ها رو ارزیابی میکنید و خودتون انتخاب میفرمایید. ما به انسانیت شما، به شخصیت انسانی شما احترام میگذاریم و از این حسن توجه شما بزرگواران ممنون و سپاسگزاریم. با ما همراه باشید. استراحت کوتاهی از اتاق فرمان میگیریم، باز میگردیم و انشاءالله با بخش پایانی برنامه دیدگاه در خدمتتون خواهیم. سایت های نوار اسلام. سایت نوار اسلام islamtape.com، ارائه بیش از 22,000 سخنرانی علمای اهل سنت و قرائت کامل بیش از 100 قاری مشهور و صدها کتاب و مقاله. سایت islamtube islamtube.com، ارائه هزاران ویدیوی دینی به زبانهای فارسی و غیره و آرشیوی از کانالهای اهل سنت. سایت قرآن و تفسیر islamqt.com، سایت پرسش و پاسخ و فتاوای اهل سنت islampp.com، سایت مهتدون مهتدون.com، داستان و شرح حال شیعیانی که به اهل سنت پیوستند و پاسخ به شبهات، سایت خانواده خوشبخت blessedfamily.com، سایت عصر اسلام islamage.com، سایت دایره المعارف شبکه اسلامی islamwebpedia.com، سایت مهتدین مهتدین.com، سایت اخبار جهان اسلام islamworldnews.com. از شما دعوت میکنیم که در خدمات این مجموعه از طریق پیپال سایت نوار اسلام سهیم باشید. وهابیت افسانه یا حقیقت؟ آیا وهابیت واقعا وجود ندارد؟ پس اگر وجود ندارد، این درب المثلی که از قدیم الایام میگفتند تا نباشد چیزی که مردم نگویند چیزها اشتباه است. اگر وهابیت وجود دارند، پس چرا مدعیان وهابیت اعتراف به وجود خارجی خود ندارند؟ آیا بر اساس کسانی که ادعا دارند وهابیت وجود دارد و محمد بن عبدالوهاب به عنوان مؤسس این فکر هست، آیا محمد بن عبدالوهاب یک فکر انحرافی داشت و مطالب و آثار ایشون با قرآن در تضاد بوده است؟ مجموعه این مطالب مرتبط با وهابیت، حقیقت یا افسانه رو در برنامه نیوزیگر هفته این هفته شاهد باشیم. وهابیت افسانه یا حقیقت؟ پنجشنبه شب نیوزیگر این هفته ساعت 20 به وقت مکه مکرمه و 23 دقیقه به وقت تهران و 23 دقیقه به وقت کابل ساعت 22 به وقت دوشنبه شاهد نیوزیگرد هفته باشید. با سلام و درود دوباره خدمت یکایک بینندگان عزیز شبکه جهانی کلمه، با برنامه دیدگاه در خدمت شما بزرگواران هستیم و در مباحثی که مطرح شد و کارشناس محترم برنامه ارائه دادند
تفاوت و تمایزی آشکار بین مفهوم نفاق و فضیلت همصحبتی با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در لابلای آیات قرآن و سیرت اطراگین رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دیدیم و نتیجه این که تنها بیمار دلان اتهام نفاق رو بر اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد میکنند. استاد اگر اجازه بفرمایید چند تا تماس دیگه هم دریافت بکنیم و بعد برنامه رو به پایان ببریم. بیننده عزیزی که همینک در خدمتشون هستیم، جناب آقای بهروزی از کرج، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، شبتون بخیر. سپاسگزارم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. بود میخوام من دو تا نکته قرآنی رو خواستم در واقع سوال کنم از شما. با کمال افتخار میشنویم، بفرمایید. خواهش. خدمت رو از بشه، یک نکته در مورد بحث جناب عایشه که شما میفرمایید که احیانا توهین و اینها میشه. من البته کاملا مخالف توهین هستم خودم، اما نکته ای که هستش با توجه به آیات قرآن میخوام که در واقع راجع به قضیه صحبت کنم. خدمت رو از بشه، با توجه به آیاتی که در سوره مبارکه احزاب هستش، در واقع اشاره شده که همسران پیامبر ام المؤمنین هستن، درسته؟ بله، آیه 6 سوره احزاب. بله، که در واقع همسران پیامبر ام المؤمنین هستن، بنابراین خب برها تکلیفشون روشن هست با توجه اینکه اینها ام المؤمنین هستن. بعد اشاره هستش در واقع در آیات بعدیش که اگر که اینها احیانا کار خلافی رو انجام بدن، اینها مورد مؤاخذه قرار میگیرن، درسته؟ بله. بله، پس بنابراین احتمال اینکه اینها در واقع کار گناهی رو انجام بدن وجود داشته که همچین آیه اومد. علت چه این هستش؟ آیه بعدیش هست که میفهمد که وقرن فی بیوتکم، و این وقرن فی بیوتکم رو جناب عایشه با اون جنگ جمعی که در واقع اتفاق افتاد، من فکر میکنم که در واقع از اون دایره خارج شده، یعنی در وهله اول ام المؤمنین شناخته شدن، بعد شرط گذاشته شده. جناب بهروزی عزیز، مطلب دریافت شد، عذر میخوام، اجازه میفرمایید بنده مشارکتی در این گفتگو داشته باشم و ابهامی نمونه که کارشناس محترم بتونن با تفصیلش. بله بله، تعاذر میکنم، اگه اجازه بفرمایید من سوال دوم رو هم بکنم، بعد در واقع از شما شنونده میشم از طریق گیرنده. بله بله، سوال دوم من این هستش که در واقع ما در قرآن داریم که تنها پیامبری که در واقع از امت خودش درخواست اجر و مزد کرد پیامبر ما بود، که فرمود که لا اسالکم علیه اجرا الا مودت فی القربا. الا مودت فی القربا. بله. حالا بله، میخوام بگم که حالا برادران اهل تسنن این مودت در واقع قربا رو به چه شکل این رو ساری و جاری میکنن؟ اینم یه سوالم بود. یه سوال دیگه هم میکنم بعد شما برادر رو گرامی عذر میخوام. برادر گرامی، محدودیت وقت داریم، فقط برای اینکه ابهامی نمونه خیلی معذرت میخوام، این پرسش رو من از حضرت عالی بپرسم که با توجه به آیات سوره مبارک احزاب که بهش اشاره کردید، اگر به آیات سوره تحریم هم مراجعه بکنیم، قرآن میگه که آیه رو هم میتونید مشاهده بفرمایید، اسا رب و ان طلقکن یبدله ازواجا خیرا منکن، چه بسا پروردگار اگر اینطور، برای خطاب ازواج مطهرات هست که اگر پیامبر شما رو طلاق بده، همسرانی بهتر از شما برای او جایگزین شما بکنه، یعنی همسران بهتری بهش عنایت بکنه. سوال این هست که در طول زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم همین ها همسران بزرگوار باقی موندن، و آیا همین نمیتونه دلیلی باشه بر این که این عمومیت شرف، شرافت مادران مؤمن بودن باقی موند و تا تاریخی که قرآن تلاوت بشه برای همیشه تاریخ بشریت این فضیلت باقی مونده، این شرافت برای مادران مؤمنین؟ بله بله، پاسخ شما رو اضافه نعرض میکنم به خدمت شما عزیز، که من اول عرضم خدمتون گفتم شما نگاه کنید، این برنامه بسیار خوبی دارید، دو تا نقص داره این برنامه شما. یه نقصش این هستش که شما در واقع میاید گفتاری رو احیانا از سوی کسانی که حالا شیعه هم هستن ممکنه که اطلاعات ضعیفی داشته باشن، یا احیانا اون عملشون هم عمل غلطی باشه. این رو من همونجوری که در برادران اهل سنت هم همین قضیه اتفاق میفته. شما ببینید این بحث، چون بحثای قرآنی خودتون اشراف دارید، اینا بحثای کارشناسی و عمیقی هستش، این رو در
عوام مردم خیلی نمیشه به نتیجه راجعه این مسئله. شما در بزرگ اهل تشریع یکی دقت کرده باشید در مورد بحثاشون، من خودم عرض میکنم بحث توهین و اینها رو قبول ندارم. جنبندی بفرمایید، عرض میخوام جناب آقای بهروزی عزیز، اگه جنبندی بفرمایید ممنون میشم. عرض میکنم راجعه این مسئله که شما فرمایید، به هر حال ما داریم استناد قرآنی میکنیم، نه به حدیث داریم استناد میکنیم، نه به در واقع گفتار این و اون داریم استناد میکنیم. استناد من دقیقا خود به صلاح قرآن هست که این دستوری اومده، بعد این امهات همینجوری نبوده، به هر حال شرایطی داشته و اگر که اینها از اون شرایط بشون، من نمیگم اینا رو باید توهین کرد، ولی به هر حال اینا یه خطاهایی کردن بر اساس این. شما چجور میخواید توجیه کنید که برای بهروزی اجرا شده؟ جناب بهروزی، جناب استاد ترشابی با شما وارد گفتگو میشن، بفرمایید. آقای بهروزی اگر اجازه بدید، فرض رو بر این میگیریم آقای بهروزی که خداوند درباره عایشه بدون شک گفته که و ازواجه امهاتهم، و بعدش آیه و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، این هم گفته. اولا این قرن فی بیوتکنه معنیش این نیست که عایشه و ازواج پیامبر حق ندارند از خونه بیرون بشن، بلکه به خاطر نیازها و کارهایشون میتونن بیرون بشن، چنانچه زنان صحابه بیرون میشدن، در بسیاری از غزوات شرکت میکردن و حتی ازواج مطهرات. ولی باز هم ما اینجا کوتاه میاییم، ما میگیم بالفرض بر این که اینجا هم زنان پیامبر خلاف دستور قرآن عمل کردند، یعنی عایشه، و از خونه بیرون اومد. حالا اگر یک زنی یا هر انسانی یک عمر خدمت بکنه، یک گناه، دو گناه، ده گناه مرتکب بشه، به نظر شما جرمش چیه؟ ببینید، من نمیگم، ما اصلا اینجا نمیخوایم به کسی جرمی رو بگیم که جرمی رو انجام دادی یا نه. نگاه کنید، شما بر اساس چه استنادی میفرمایید که نباید اینها مثلا اینا ام المؤمنین هستن؟ به جهت قرآن دیگه. قرآن، بله، درسته. و همون قرآن، ببینید، خداوند آقای بهروزی، خداوند علمش علم محیط و علم غیب کاملیه. اون قرآن تا آخرین لحظات بر پیامبر نازل شده و نگفته که اینا ام المؤمنین نیستن، و خدا میدونسته که عایشه در آینده چه کارهایی انجام میده. قطعا این نکته از خدا پنهان نمیمونده. چرا خداوند کاری کرده که در مسئله ابهام بود؟ چرا قید گذاشت؟ پس چرا در آیه بعدی ما قید داریم؟ اگر خدا اینکه شما، ما که منکر در واقع علم خدا که نیستیم که، اصلا اینجا بحثی نیست. حالا من صحبت دیگه باشه، من با اینجا آقای بهروزی، من باهاتون راه اومدم. من گفتم فرض کنید که عایشه بیرون شده، خب حالا اگر کسی این نهایتش اینه که گناهکار شده، درسته؟ بله، نهایتش اینه. خب قرآن کریم، نگاه کنید، اون گناهی که حالا شما میفرمایید گناهکار، در حال من عرضم اینه که اونجا این امهات ام المؤمنین بودن یک وزنه، یک امتیازی، اصلا به هیچ عنوان اون امتیاز ازش پاسداری بشه، به هیچ عنوان ام المؤمنین بودن تناقضی با بیرون اومدن نداره. اگر میداشت قرآن کریم میگفت اینا ام المؤمنین هستن تا زمانی که از خانه بیرون نشدند. برداشتی آیه رو به شما نشون می‌دارید، تفسیر می‌کنید؟ بله، تا زمانی که چنین چیزی نیست. شما متن آیه رو ببینید، آیه برید متن آیه ببینید، میگه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم و اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا کان ذلك فی الکتاب مستورا. آیه تموم شد. آیه بعدی رو استاد. بله، خب کجا شرط گذاشته؟ این آیه کجا شرط هست که به شرط این ام المؤمنین هستن که از خانه بیرون نشن؟ آقای بهروزی؟ خوش کردید؟ استناد کردیم به این، الو صدا دارید؟ بله، میشنویم، بفرمایید. ببینید، ما در واقع بر اساس قرآن که روش بحثی نداریم، که قرآن آیاتش در واقع مورد توافق همه هستش. خب این قرآن اشاره میکند که عرضم اینه، به استناد این که این در واقع بزرگواران ام المؤمنین هستن، چرا؟ چون قرآن گفته. درسته؟ اصلا ما به حدیث، من که اون زمان نبودم که، قرآن امروز جلوی منه، به اساس قرآن داریم در واقع، شما در واقع تأکیدتون این هست که بر روی قرآن باشین. خب. بله، بله. همین قرآن، نگاه کنید، اگر که اینو شما فرمایید، پس چرا بعدش میاد میگه که اگر که شما فلان کار رو انجام بدید، این به اصطلاح در واقع پیگرد رو برای شما داره. کدوم؟ چی پیگردی؟ ببینید آیه رو شما آیه رو بخونید آقای بهروزی عزیز. آقای بهروزی، آقای بهروزی عزیز. آقای بهروزی عزیز. قرن فی بیوتکن نه.
آیه چی هست؟ بله. و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این آیه نمیگه اگر شما از خانه بیرون شدید، ببینید این آیه نمیگه اگر شما از خانه بیرون شدید ام المؤمنین بودن شما باطل شد. این دستوری هست برای زمان پیامبر یا نیست؟ دستور هست. خیلی خوب، این دستور وقتی شما ازش اطاعت نکنید چطور میشه؟ هیچ، نهایتش اینه که یک مرتکب یک گناه شده، متناسب با همون گناه باید پاسخگو باشه. پس ببینید آفرین، اجازه بفرمایید همینجا خواهش میکنم داشته باشید، من با شما دقیقاً میخوام اینو قرآن صحبت کنم، خارج از قرآن هیچ صحبتی با شما ندارم. ببینید پس بنابراین نهایتش به قول فرمای شما یکی مرتکب گناه شدن، درسته؟ خب بله. آیا ام المؤمنین بودنش با این گناه باطل میشه؟ بفرمایید، خواهش میکنم اجازه بفرمایید. پس بنابراین کسی که مرتکب گناه شده باشد به فرمایش خود شما اینها نمیتونن شامل آیه تطهیر باشن، بنابراین آیه تطهیر شامل اینها نیست. آیه تطهیر ربطی به اسمت نداره آقای استاد، عذر میخوام جناب آقای بهروزی، نه نکن تطهیر نکن. پس این که گناه کرده اینا نمیتونن شامل اون آیه بشن؟ نه آقای بهروزی عزیز، اتفاقا تطهیر زمانی صورت میگیره که گناهی وجود داشته باشه. شما که فزات به طور، منظورم شما نوعی هستید، شیعیانی که به طور کلی و مطلق بدون هیچ دلیل یه عده خاصی رو معصوم میدونن و معصوم هم از مادرزاده میشن، اسمت اونجا زیر سوال میره. و اتفاقا به قرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا و اقمن الصلاة و آتین الزکات و آتین الله و رسوله، این آیه رو که گذاشتید تطهیر، آیه تطهیر در رابطه با ازواج مطهرات هست و مصداق عینیش هم همسران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستند. در هر حال ممنون و سپاسگزاریم که تماس گرفتید با شبکه خودتون. اجازه بدید در اندک دقایقی که باقی مونده بپردازیم به صحبت‌های دیگر عزیزان بیننده و آنچه که مطرح کردن. از جمله سوال‌های بارزی که مطرح شد استادمون که چرا در ابتدای سوره براءت یا توبه با بسم الله شروع نشده و در ابتداش بسم الله نیومده؟ علما و مفسرین در واقع مطالب متعددی گفتند. خلاصه مطلب این هست که در سوره براءت یا توبه، چون در ابتدای سوره با اعلام براءت از مشرکین هست و بسم الله الرحمن الرحیم در شفقت و مهربانی هست، در واقع با براءت شروع شده، با بدون بسم الله شروع شده. بله، از اتاق فرمان اعلام میکنن که عزیزان پشت خط هستن. استاد محدودیت وقت هم داریم و تصمیم با شماست، تماس رو دریافت بکنیم یا یه تماس رو میگیریم. با عرض پوزش از عزیزان بیننده، یه تماس رو فقط وصل بفرمایید. آقا ناصر از ایران شهر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر گرامی، بفرمایید مختصرا. ممنون میشم. بنواشی خدمت شما عزیز محترم و گرامی، خواستم بگم شما تو ایران روز باشید، یعنی بوی گلم همه جا را گرفته، هم دعاگوی شما هست. خدا بسیار سپاسگزارم برادر گرامی از اظهار لطفتون. خب صحبت های عزیزان بیننده رو شنیدیم، تحلیل هایی بود و آقا محسن فرمودند که محبت همین پیامبر و صحابه و اهل بیت در واقع خودش زمینه ساز اختلافات شرک است. و بعد فرمودن چرا که صحابه خودشون عامل پیدایش اختلافات بودن و ایشون مانند کسی است که میخواست برای اینکه از جلو نیفته به اینقدر به پشت سر رفتن که در واقع از اون طرف سقف میخوان به زمین بیفتن و چنین چیزی نیست. در واقع نه اهل سنت هم صحابه رو دوست دارند، هم اهل بیت رو دوست دارند و همه رو در کنار یکدیگر جمع کردند و هیچ اختلافی هم وجود نداره. حالا اگر یک تعدادی برداشت نادرستی داشته باشند، چنین تحلیلی نمیتونه درست باشه. سپاسگزارم. جناب آقای بهروزی یک سوال دیگر هم مطرح کردند که قرآن کریم در آیه 23. اجازه بدید من سوال اول بهروزی در واقع جواب بدم. حالا اون علل مادت القربا بحثی بود. یک تصور اشتباه کلی در میان بسیاری از بینندگان عزیز به ویژه تصور شیعه وجود داره و اون این هست که آیات رو طوری در برابر یکدیگر قرار میدن که ما در اول مبحث گفتیم که با هم متناقض هستن. ببینید ما در مورد عایشه میگیم قرآن گفته ام المؤمنین هست، ولی معصومش نمیدونیم و معتقد به این هستیم که خدمات عایشه و کارهایی رو که انجام دادن در خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن به اندازه‌ای عظیم هستند
که اگرچه هم عایشه هم سایر صحابه فرق نمی کنه، اگرچه گناهانی هم مرتکب شده باشند اون گناهانشون بخشیده می شند. و این قرآن هست که در آیه 102 سوره توبه می فرماید و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، و کسان دیگر که به گناهانشون اعتراف کردند خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، گناهان اعمال صالح و بد رو به صورت مخلوط انجام دادن. عسى الله ان يتوب عليهم، خداوند شاید اونها رو ببخشد. ان الله غفور رحیم. نگاه ما در مورد صحابه این نیست که عایشه مرتکب هیچ اشتباهی نشده، صحابه رسول الله اشتباه نکردند، بلکه طبق این آیه و آیات متعدد قرآن کریم ما معتقدیم که خدمات اونها به اندازه زیاد بودند که با یک گناه، یک معصیت، یک مخالفت دچار مشکل نمیشوند. گرچه تفسیر ما از وقر نفیدیوت کنه اون چیزی نیست که این عزیزمون ارائه میده. قرآن به زنان پیامبر و به سایر زنان گفته وقر نفیدیوت کنه. اما آیا امروز زن حق داره برای آموزش بیرون بشه؟ زن حق داره برای پرستاری بیرون بشه؟ زن حق داره اگر جهاد در جایی فرض عین شد بیرون بشه؟ همه این موارد میتونه بیرون بشه و همسران پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این قاعده مستثنا نیستند. در نتیجه ما میگیم عایشه عملش و خروجش از خانه برای ایجاد صلح در میان دو گروه مسلمان شامل این نهی نمیشود. نهایتش اگر ما بپذیریم که شامل این نهی میشه، یک گناه هست و در برابر روزانه ما میلیون‌ها مخالفت، میلیون‌ها که شاید افراد باشه، ده‌ها مخالفت علیه قرآن و سنت می‌کنیم و از اسلام بیرون نمی‌شیم. صحابه پیامبر هم بیرون نشدند و این اساس رو ما باید داشته باشیم که کسانی که نیکی‌هایشون از بدی‌هایشون بیشتر باشد، ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکی‌ها بدی‌ها رو از بین می‌برند. برداشت بنده از صحبت شما استاد این هست که ما اساساً پیامبر شناسی خودمون و صحابه شناسی خودمون رو اصلاح بکنیم و یک فضای مقدس و در واقع معصوم از اونها قائل نیستیم. انسان‌های مقبولی که از طرف خدا پذیرفته شدند و البته دچار خطا و اشتباه هم می‌شدند و یک امر کاملاً طبیعی و کاملاً دبیر و این از اعتدال عقیده اهل سنت و جماعت هست. در تو الا المودت فی القربا هم استاد اگر تو خلاصه مطلب این هست که برداشت استثناء مفرغ هست. در واقع پیامبر میگه در اینجا، قرآن میگه که من از شما هیچ اجر و پاداشی نمیخواهم مگر اینکه حق خویشاوندی رو رعایت بکنید. این تفسیر اهل سنت هست. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، من از شما هیچ پاداشی نمیخواهم مگر اینکه حق خویشاوندی رو رعایت بکنید و مرا اذیت و آزار نکنید. بحث در اینجا این هست به خاطر خویشاوندی که با شما دارم رعایت حالم رو بکنید. این تفسیر اهل سنت هست. به خاطر اینکه اگر ما بگیم پیامبر در برابر دعوتش اجر و پاداشی طلب میکند، در واقع شأن پیامبر رو از بقیه انبیا که اجر و پاداشی دریافت نکردند پایین تر آوردیم. هیچ یک از پیامبران اجر و پاداشی نخواستن، پیامبر ما هم نخواسته. میگه من از شما پاداشی نمیخوام، فقط حق خویشاوندی رو رعایت کنید و اذیت و آزار نکنید. این خلاصه. به تعبیر برادرمون آقا عمر، ما چطور همسران خودمون رو اهل بیت خودمون میدونیم و به صرف یک اشتباه ولو بپذیریم همسران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو از این شرافتی که خدا بهشون عنایت کرده بخوام خارج بکنیم؟ که در اعتقادات سایر فرق غیر از اهل سنت وجود داره که تعادل رو در فیصله کردن و حکم کردن بر افراد از دست میدن و وقتی که میخوان حکم صادر بکنند همه جوانب قضیه رو در نظر نمیگیرن. بسیار ممنون و سپاسگزارم. خسته نباشید استاد گرامی و همینطور عرض خسته نباشی دارم خدمت بینندگان عزیزی که برنامه دیدگاه رو مشاهده فرمودن. شما رو به پروردگار متعال می سپارم و ازتون تشکر می کنم به خاطر این اعتماد. امیدوارم آنچه که تقدیمتون شد مورد توجه و عنایتتون قرار گرفته باشه. شما رو به پروردگار متعال می سپارم. در حفظ و پناه الله متعال باشید. خدا نگهدارتون.